امیدوارم که همگی خوب و سرحال باشین. در این ایام ناخوش کرونا فرصت و مناسب دیدیم که از طریق این پادکست به سوالات حقوقی و مهاجرتی شما دوستان در مورد کانادا جواب بدیم. من مونا هستم از مجموعه وکالتی وایلجی در تورنتو. در این پادکست به نام مهاجرت به کانادا از نگاه قانون قصد داریم با پرسیدن سوالات شما از آقای افشین یزدانی از مشاوره رایگان ایشون برخوردار بشیم. همونطور که میدونین ایشون وکیل پایه 1 دادگستری کانادا در تورنتو هستن با تخصص حقوق مهاجرت، تجارت کانادا و تجربه 20 ساله وکالت و استادی دانشگاه. سلام آقای یزدانی. سلام، خوب هستید شما؟ خیلی ممنون، شما خوب هستین؟ سلامت باشید، مرسی که این فرصت رو به من دادید که از این طریق بتونیم در خدمت دوستان و هموطنان عزیزمون باشیم. ممنون از وقتی که شما به ما دادین. اگر اجازه بدین ما میخواییم که از خودتون شروع بکنیم. میتونم خواهش بکنم که شما خودتون رو معرفی کنید؟ خواهش میکنم. من افشین یزدانی هستم، وکیل پایه که دادگستری کانادا در آنتاریو تورنتو و سابقه کارم هم سابقا خب مشاور مهاجرتی کانادا هم بودم و عضو سازمان ICCRC. قبل از اونم خب سابقه وکالتی بوده و عرضم به حضور شما در ایران و امارات و غیره و الان هم در خدمت شما هستیم. خیلی هم عالی، پس ما میتونیم با خیال راحت همه امور مهاجرتمون رو به دست شما بسپاریم. آقای یزدانی، در این ایام کرونا کلا ما میتونیم اصلا به فکر مهاجرت باشیم؟ سوال جالبیه مونا جان. ببین، در حال حاضر اتفاقی که افتاده اینه که اولا کلن اداره مهاجرت کانادا تقریبا 80% پرونده هاش رو از طریق آنلاین رسیدگی میکنه و این مسئله رسیدگی آنلاین همیشه وجود داشته و رسیدگی آنلاین به معنی اینه که حضور فیزیکی تأثیری نمیذاره. در نتیجه جواب شما رو بخوام درست جواب داده باشم، این میشه که در حالت نرمال که ما همیشه پروسه رسیدگی آنلاین داشتیم از طریق اداره مهاجرت، در این وضعیت فعلی هم تغییراتی در این موضوع نیست. ناگفته نماند که بر اساس قوانینی که وجود داره و آیین‌نامه‌هایی که به خاطر مسئله کرونا مطرح شده، شما و در واقع دوستانی که خارج از کانادا هستند و به عنوان ویزیتور یا به عنوان در واقع بازدید کننده میخوان بیان کانادا سفر داشته باشن، اونها در حال حاضر انجام پذیر نیست برای ورودشون، ولی مسئله پرونده های اقامت دائم، حتی ویزای کار، ویزای تحصیلی، اینجور مسائل همچنان در پروسه است و هیچ مشکلی نیست. حتی برای بقیه دوستان هم اگرچه امکان ورود به کانادا نیست، ولی امکان تقاضای ویزا هست که هر زمانی که انجام پذیر بود بتونن در واقع به کانادا وارد شن. خیلی هم عالی، پس دیگه این نگرانی رو دوستان ما میتونن که نداشته باشن و با خیال راحت اقدام بکنن برای کارهای مهاجرتشون. بله، از طرف دیگه من تازه تشویقم میکنم به خاطر اینکه عملاً یه ذره سر اداره مهاجرت خلوت‌تر هم هست. اگر شما به وبسایت رسمی اداره مهاجرت مراجعه کنید، CIC در واقع سرچ بشه توی گوگل یا هر جای دیگه ای، توی وبسایت یه قسمتی هست به نام پروسسینگ تایم، یعنی چقدر پرونده من قرار طول بکشه، و اگر نوع ویزا رو مشخص بکنید اونجا و همچنین کشوری که شما تابعش هستید از اونجا دارید تقاضا میکنید، میبینید که در حال حاضر پروسه رسیدگی ها کوتاه‌تر شده.
چیز دیگه‌ای که اتفاق افتاده این بوده که به طور مثال تو ماه گذشته برای اکسپرس انتری به طور مثال که اسکیل ورکرها در حال حاضر از اون سیستم وارد کانادا میشن، دو بار راوند دعوتنامه ها صادر شده که این بی‌نظیر، یعنی اصلا سابقه نداشته سابقا توی سیستم اداره مهاجرت کانادا که در یک ماه دو بار دعوتنامه اون راوند اینویتیشن اتفاق بیفته. بنابراین من همونطوری که گفتم 100% اثرات مثبت بوده، منفی نبوده خدا رو شکر تا اینجای کار. خیلی هم عالی، ممنون از اینکه این سوال رو جواب دادین، چون دوستان ما خیلی نگران بودن که این ایام تأثیری داشته باشه برای مهاجرت، که خب خدا رو شکر که میبینیم که تأثیر منفی نداشته. خواهش میکنم. آقای یزدانی، یکی از دوستان ما به نام خانم نسرین از شهر تهران از ما سوال پرسیدن که آیا مدرک تافل به جای آیلتس قابل ارائه هست برای اداره مهاجرت؟ خدمتتون عرضم که اداره مهاجرت به طور کل مدرک تافل رو جز مدارک رسمی شناسایی نکرده برای تعیین سطح زبان. ما در کانادا یه چیزی داریم به نام Canadian Language Benchmark CLB بهش میگن، که اینا معادل سازیشو بر اساس یا سلپیپ انجام میدن یا آیلز انجام میدن. بنابراین مدرک تافل قابل استفاده در اداره مهاجرت به ایش عنوان نیست، اگرچه ایشون میتونه برای ویزای تحصیلی پذیرش بگیره و در واقع از دانشگاه بتونه تافل ارائه بده به دانشگاه، ولی برای پرونده های مهاجرتی به هیچ عنوان نمیتونه از اون مدرک استفاده کنه. خیلی ممنون، مرسی از پاسخگویی. خواهش می‌کنم. سوال دوم از شهر اصفهان آقای احمد پرسیدن که ما دارای یک ایده استارتاپ هستیم، این ایده باید در چه سطحی باشه؟ استارتاپ یک پروگرام جذابیه و چیزی که هست اینه که اداره مهاجرت، حالا بعداً شاید بخوام اینو مفصل‌تر در موردش صحبت کنم، ولی اداره مهاجرت بس سال 2013 یه طرحی رو در واقع معرفی کرد گروه‌های استارتاپی، و در این گروه‌های استارتاپی استانداردش این شکلی هستش که یک ایده‌ای وجود داره که این ایده بایستی ایجاد کارآفرینی بکنه در کانادا و عرضم به حضور شما در اسکیل بین المللی قابل رقابت و عرضه باشه و 100% ایده نوینی باشه، یعنی توش اینویشن وجود داشته باشه. با تازه ترین دانستنی های مهاجرت به کانادا با شما هستیم. پرونده های استارتاپ معمولا دو تا استیج دارن، دو تا مرحله دارن. مرحله اولشون اینه که اینا باید از یک سری سازمان ها که به اصطلاح بهشون میگن designated organization ها، که شامل angel investor ها، venture capital ها و در واقع incubator ها هستن، از یکی از این سه تا سازمان ها سه دسته بتونن یک چیزی بگیرن که اصطلاحاً بهش میگن letter of support. بنابراین وقتی که letter of support رو گرفتن، تازه میرسه تو پروسه اداره مهاجرت که میشه استیج دو. چیزی که بایستی توضیح داده بشه اینه که شما میخواید متوجه بشید که سطح طرح استارتاپیتون به چه سطحی هست و چقدر باید خوب باشه. این چیزی هستش که اون designated organization، یعنی حالا یا اکسلریتور، انکوباتور، یا اون انجل اینوستور یا ونچر کپیتال، اینا باید اونا تعیین کنن. یه عدهشون میگن که مثلا حتی نیاز به پروتوتایپینگ نداره، یه عدهشون میگن نیاز هست، یعنی نمونه آزمایشگاهی محصول وجود داشته باشه، یه عدهشون هم میگن نه، صرف یه آیدیا باشه، یک در واقع خلاصه ای ارائه میدن بتونن پرزنت کنن، بعد از اون میتونن دیولوپش کنن. ولی واقعیت اینه که این استاندارد رو اون سازمان ها تعیین میکنن، چون اون سازمان ها هستن که letter of support رو صادر میکنن.
آقای یزدانی، ما یک سوال دیگه هستش که از همراهان YLG در اینستاگرام از ما سوال کردن. ایشون هم از شهر تهران هستن و پرسیدن که فرزند من ویزای تحصیلی داره و آیا امکان این که من و پدر ایشون همراه ایشون به کانادا سفر بکنیم هستش یا خیر؟ 100%. ببینید، چیزی که وجود داره اینه که بچه ها که سنشون زیر 19 سال در حقیقت، چون تو هر استانی در کانادا استانداردهای اون استان سن رشد در حقیقت متفاوت است. توی سری که استانها 18 ساله، یه سری استانها 19 ساله. به طور مثال در آنتاریو که 18 سال هست، بچه وقتی ویزای تحصیلی تقاضا میکنه، اون ویزای تحصیلی رو بهش میگن Minor Child Study Permit، نیاز به گاردین داره. اون گاردین باید کانادایی باشه، ولیکن پدر مادر همچنان میتونن به عنوان همراه و به صورت ویزیتور همراه بچه باشن. یعنی اونا نه اجازه تحصیل دارن، نه اجازه کار کردن دارن. در این حال حواستون باشه، زمانی که بچه ویزای تحصیلی میگیره و پدر مادر هم باش میخوان بیان، خیلی موقع اداره مهاجرت به این نتیجه میتونه برسه که اینا احتمال داره پناهنده شن در کانادا، بنابراین بهشون ویزا نده. بر نتیجه اگر میخواید این کار رو انجام بدید، ترجیحاً اینه که بچه اول ویزا بگیره، بعد یکی از پدر مادرها بگیرن و بعد نفر بعد بگیره، که اینا حالت پلکانی انجام بشه که ریسک رفیوزال رو بیاره به حد اقل. تازه ترین اخبار و دانستنی های مهاجرت به کانادا از نگاه قانون با افشین یزدانی. آقای یزدانی، یکی دیگر از دوستان ما از استان خراسان در پیج اینستاگرام سوال پرسیدم، برای دریافت ویزای استارتاپ کانادا باید چه مقدار دانشی از زبان انگلیسی یا فرانسه داشته باشیم؟ عرضم حضور شما، یکی از 4 شرطی که پروگرام استارتاپ داره اینه که متقاضی گروه استارتاپی بایستی CLB یا همون Canadian Language Benchmarkش 5 باشه، که برابری میکنه با تقریبا IELTS 5 جنرال. سوال بعدی یکی دیگر از دوستان ما در پیج اینستاگرام ما که ما رو همراهی میکنن و بسیار هم تشکر کرده بودن از پیج پربار ما به خاطر اطلاعات خوبی که در اختیارشون گذاشتیم. خواهش. سوال پرسیدن که شهریه تحصیل در کانادا به طور کلی چقدر هستش و اینکه قبل از دریافت ویزا باید این شهریه پرداخت بشه یا خیر؟ خدمتون عرض شود که فکر میکنم سوال خیلی ساده ای، جوابش خیلی ساده باشه. ببینید، در ایران به طور مثال ما مدارس غیر انتفاعی داریم و مدارس دولتی داریم، درست شد؟ بله. آیا مدارس غیر انتفاعی که مدارس خصوصی هستن شهریه هاشون با هم یکسانه؟ نه، اصولا نه. بنابراین در کانادا هم همینطور هست. بنابراین اگر کسی بپرسه شهریه تحصیل در کانادا چقدر هست، شما بستگی داره که از کدوم مدرسه بخواید یا مرکز آموزشی پذیرش بگیرید و عرضم به حضور شما چه شرایط و ویژگی هایی رو اون مؤسسه آموزشی داشته باشه. بنابراین عدد خیلی میتونه متغیر باشه، از شاید عدد 10,000-15,000 دلار در سال شروع بشه تا 50,000-60,000 دلار در سال، این متغیر است. موضوع دومی که مطرح کردین اینی که هزینه رو باید کی پرداخت کنن. طبق استاندارد باز اون مرکز آموزشی این موضوع مشخص میشه. یه مرکز آموزشی کل شهریه رو ابتدا میگیره، یکی میگه که نه، یه پیش پرداختی بدید، بقیه رو زمانی بدید که وارد کانادا شدید. مازاد بر این، چیزی که من توصیه میکنم اینه که همیشه شهریه رو پرداخت کنن پیشاپیش همشو. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه وقتی تقاضای ویزای تحصیلی میکنید، توی ویزای تحصیلی یکی از اهرم هایی که افسر اداره مهاجرت براش میتونه تصمیم بگیره و ویزاتون رو رد بکنه اینه که شما تمکن مالی ندارید.
و وقتی شهریه رو کامل داده باشید، این موضوع در واقع به نوعی کاور شده است. پس اما اگر برای افسر تو اون موضوع باقی نمیگذاره. حالا اگر ویزا صادر نشد، اصولا اون مراکز آموزشی در حقیقت اون به غیر از یه مبلغ محدودی الباقی رو وظیفه دارن مسترد کنن. بنابراین شما نگران پس گرفتن پولتون نباشید اگر خدای نکرده رفیوزال شد. خیلی ممنون، مرسی از پاسخگوییتون. خواهش میکنم. از همراهان وایلجی دعوت میکنیم که در پیج اینستاگرام وایلجی ما سوالاتشون رو مطرح بکنن تا ما بتونیم مجدد با پادکست دیگر پاسخگوی تمام سوالات شما باشیم.